فرض کنین امروز این خبر رو توی روزنامه مطالعه کرد. کارگران کارخانه در اعتراض به مسئله تحسن کردن. اگه این خبر عکس نداشته باشه، تو ذهنتون چه تصوری از این اتفاق خواهید داشت؟ دنیایی که توش زندگی میکنیم، هر روز شاهد صدها مورد تحسن در شهرها و کشورهای مختلفه که برنامه معمول همشون مشابه این. اما در تاریخ تحسنای کره زمین استثناءاتی هم بوده، مثل ده ها موردی که تو ایران سال 58 رخ داد. با هم یه موردشو ببینیم. با نهایت غرور به منظور پشتیبانی از اقدام انقلابی برادران دانشجوی مسلمان پیرو به خط امام در تسخیر لانه جاسوسی و اعتراض به دولت آمریکا که تهدید به محاصره اقتصادی می‌کند، از ظهر روز یکشنبه 20 آبان ماه به مدت 48 ساعت در اداره متحسن می‌شویم و ضمن روزه در تمام مدت مزبور به کار می‌پردازیم تا آمریکا بداند که نه تنها از محاصره اقتصادی نمی‌هراسیم، بلکه روزه می‌گیریم و کار می‌کنیم تا ایرانی مستقل و آزاد داشته باشیم. انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد کشور همزمان با این تحسن خودجوش و ده ها مورد مشابه، زمزمه هایی بین مردم عادی افتاد که ما هم روزه میگیریم. دانشجوها از مردم خواستند تا در یک حرکت مشترک 5 روز روزه بگیرن. اصناف و مغازه‌دارا مقابل سفارت آمریکا که چند روزی به اشغال دانشجوها در اومده، چند چادر برپا کردن و بساط و اجاق و دیگ و براه انداختن تا غذای ساده‌ای برای مردم روزه دار تهیه کنند. البته خیلی هم از خونشون غذا آوردن تا بقیه رو مهمون کنن. بساط چای صلواتی به طور خودجوش به راه افتاد و ده ها هزار نفر برای نشون دادن جدیتشون مقابل لانه جاسوسی با هم همسفره و هم غذا شدن و صدها عکاس و خبرنگار خارجی هم همزمان از این اتفاق گزارش تهیه می‌کردن. حتی سحرا هم علاوه بر نماز جماعت مردمی مقابل سفارت، برنامه سحری برقرار بود. خبرنگارای خارجی تعجب می‌کردند واقعا اینجا چه خبر. ماجرای روز گرفتن مردم در اون چند روز اونقدر گسترده میشه که حتی رادیو هم برای مردم برنامه ویژه افطار و سحر پخش میکنه، مثل ماه رمضان. حالا اگه سفره به این بزرگی در یک کشور اروپایی پهن میشد، برای ثبت خاطراش در تاریخ هزاران عکس و صدها فیلم و کتاب تهیه میشد. اما شما تا حالا چند فیلم یا عکس از این ماجرا دیدید؟ چند خاطر از این جماعت ده ها هزار نفری که اونجا بودن در کتاب های یا مجلات خوندید؟ اگه میانگین سنی کارمندا و کارگرایی که در اعتراض به آمریکا تحسن کرده بودن 40 سال بوده باشه، حالا اونا 75 سالشون. کاش نوه‌هایی که از پدر بزرگشون خاطره ای از اون تحسن تاریخی شنیدن دست به کار بشن و این ابتکار بزرگو توی تاریخ زنده کنن. همون روز و شبای تسخیر سفارت، 120 دانش آموز هنرستان فنی امام خمینی گرمسار با رضایت والدینشون با پای پیاده به سمت تهران راه می‌افتند و خودشونو به لانه جاسوسی و اجتماعات مردمی مقابلش می‌رسونن. اون 120 نفر امروز حدوداً 50 ساله. اونا هم احتمالاً پسر و دختر و شایدم نوه داشته باشن. آیا فرزندای این 120 نفر از حضور پدرشون توی راهپیمایی چند روزه تا تهران باخبرن؟ چرا نباید خبر این راهپیمایی و خاطرش توی حافظه تاریخی گرمسار و تاریخ ایران و تاریخ مبارزه مستضعفین با مستکبرین ثبت بشه؟ شما فکر میکنین دانش آموزان امروز هنرستان فنی امام خمینی گرمسار از نقش تاریخی مدرسهشون در یه چالش پرسر و صدای جهانی با خبرن؟ اتفاقات مشابه این کم نیست. اگه آمریکا برای ماجرای اشغال لانه جاسوسی فیلم دروغی میسازه، شما نمیخواید با امکانات خودتون چند صفحه از حافظه خودتون یا اطرافیانتون که در اون واقعه سهیم بودن رو برای تاریخ به اشتراک بذارید؟ و این نیست که از مجموع همین خورده روایت ها کتاب ها و فیلم های خوبی تولید بشه. پس همین حالا دست به کار شد.